66مین جشنواره سینمایی کوه و طبیعت ترنتو در شمال ایتالیا 26 آوریل آغاز به کار کرد و تا 6 ماه می ادامه خواهد یافت. در جشنواره امسال 130 فیلم در 10 بخش مختلف به نمایش در خواهند آمد. میهمان ویژه امسال این جشنواره سنگ نورد یا صخره نورد و یا دیوار نورد سرشناس ایرانی نسیم عشقی است. نسیم عشقی متولد 1361 در تهران بدون شک یکی از مهمترین سنگ نوردان زن دنیاست. سال گذشته نشریه ویژه این رشته ورزشی ورتیکال لایف یا زندگی عمودی فهرستی از مهمترین سنگ نوردان در جهان را که توانستند راه‌ها یا مسیرهای جدیدی را در کوهی به ثبت برسانند منتشر کرد. در بین 5 سنگ نورد معروف در سطح جهانی تنها نام یک زن نسیم عشقی به چشم می‌خورد. نسیم عشقی صخره نوردی را 13 سال قبل آغاز کرد ولی از 11 سالگی با کیک بوکسینگ و کاراته قدم به جهان ورزش گذاشته است. مستندساز ایتالیایی فرانچسکا بورگتی سرگرم ساختن فیلمی در رابطه با نسیم عشقی است. بخشهایی از این مستند در تهران و کوههای ایران فیلم برداری شده است. در هفته های آینده بخش دیگری از این مستند در مناطق کوهستانی دولومیتی در شمال ایتالیا فیلم برداری خواهد شد. La Repubblica
یکی از مهمترین روزنامه‌های ایتالیا به مناسبت حضور نسیم عشقی در جشنواره ترنتو گفتگوی ویدئویی با او انجام داده است. این صخره‌نورد ایرانی در این گفتگو از مشکلات زنان ایرانی در ورزش می‌گوید، مشکلاتی که تنها به پوشش و قوانین خلاصه نمی‌شوند. نسیم عشقی می‌گوید در ایران ورزش به ویژه برای دختران و زنان نوعی اتلاف وقت به حساب می‌آید. در کودکی می‌توانی کمی ورزش کنی، ولی با گذشت سال‌ها انتظار دارند به دنبال کار و زندگی زناشویی بروی و حد اکثر چند ساعتی در هفته در ساعات ویژه زنان به باشگاهی برای ورزش سری بزنی. نسیم عشقی تنها زن صخره‌نورد ایرانی است که مسیرهای تازه‌ای را در کوههای ایران، هند، ترکیه، عمان، ارمنستان و گرجستان گشوده است. آرزوی نسیم عشقی گشودن مسیر جدیدی در بیستون است. البته تاکنون بارها از دیوارهای این کوه بالا رفته است. نسیم عشقی از مشکلات یافتن همراهی برای سنگ نوردی در ایران میگوید. او در این ویدیو به روزنامه ایتالیایی میگوید از آنجایی که زنان کمی در این رشته در ایران فعال هستند، تنها راه یافتن همراهی مرد است. البته باید فردی را پیدا کنی که نه زیادی مذهبی باشد و نه مزدوج، زیرا اگر مذهبی باشد اصولا نمیپذیرد با تو همراه شود، و اگر مجرد هم نباشد میتواند پیامدهای قانونی داشته باشد. نسیم عشقی البته به مشکلات پوششی هم اشاره میکند و میگوید به همین خاطر ترجیح میدهم خارج از ایران به صخره نوردی بپردازم، جاهایی که تنها ارتفاع و دمای هوا برای انتخاب پوشش تعیین کننده هستند. Thank you.